دستگاه اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی تا چه اندازه تحت نظارت روس‌هاست و فرار شاه ماهی دستگاه جاسوسی کاگبه در سال 1982 و پناهنده شدنش به بریتانیا چه کمکی به فهم میزان نفوذ روس‌ها در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی میکنه؟ در 30 دقیقه آینده با ما باشید تا با هم این پرونده رو بررسی کنیم. عصر اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، جهان خبرها و رویدادها، جنگ حقیقت با دروغ، ما اینجا ایستاده ایم در ایستگاه شک و اعتماد. چگونه باید به درستی یک خبر اطمینان کرد؟ پروپاگاندا، دیس اینفورمیشن و فیک نیوزها چرا منتشر میشن و چطور باید بدونیم که چه خبری درسته و خبر درست رو چگونه تشخیص بدیم؟ به سری جدید برنامه دیکود در صدای آمریکا خوش اومدید. توی این برنامه همونطور که اول برنامه اشاره کردم، یه پرونده جاسوسی قدیمی ولی جذاب رو داریم که بهتره با اون ساختار اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو ببریم زیر میکروسکوپ. ولی قبل از اون، از سکه افتادن دلار در مقابل اتحاد روبل و ریال رو با رضا غیبی در آنکارا و بعد هم ماجرای مسابقات جهانی سکس در سوئد رو با سبا آلاله در استانبول به بحث می‌ذاریم و در پرونده ویژه هم با روزبه میر ابراهیمی همکارم از نیویورک میریم سراغ موضوع دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که به واسطه رسانه‌های اجتماعی و اینترنت به قدری کوچک شده که گویی ژاپنی‌ها همسایه دیوار به دیوارمونن یا سوئدی‌ها تو خونه روبرویمون زندگی می‌کنن. این یعنی مردمی با باورها و فرهنگ‌های مختلف در به قول مارشال مکلوهان کانادایی دهکده جهانی، جایی که تعارض و تعجب در اون از تفاوت دیدگاه‌ها به موضوعات بنیادین بشری به امر غیرقابل انکار تبدیل شده. رابطه جنسی یا سکس یکی از همین موضوعاته، امری بنیادین در ذات بشر و یگانه راز بقای نسل انسان. دقیقا هم همین تعریف از سکس اون رو در ملل مختلف به امری ریشه‌ای تبدیل میکنه و دیدگاه‌های بعضاً متضادی در این باره به وجود میاره. از اقوامی در شرق دور که سکس رو شیوه خدایان میدونن و پرستش میکنن تا برخی جوامع خاورمیانه مثل خود ما ایرانی ها که رابطه بین زن و مرد رو بر اساس مذهب و سنت های مردسالارانه محدود میکنیم. در غرب هم نگاه به سکس در چهارچوب فلسفه اومانیسم یا بشرگرایی حقی طبیعی و غیرقابل سلب تلقی میشه. حالا چرا به سراغ این موضوع اومدیم؟ ماجرا یه خبر ساده شروع میشه. پارسال مالک یه استریپ کلاب تو شهر هاوای سوئد برای رونق کارش یه وبسایت به اسم فدراسیون سکس سوئد طراحی میکنه. چند ماه بعدش هم این درخواست رو مطرح میکنه که چون انجام فعالیت جنسی کالری سوزه، پس میشه به عنوان یه ورزش بهش نگاه کرد و حتی براش تورنمنت و مسابقه های جهانی گذاشته. کمیته ملی ورزش سوئد هم تقاضای ایشون رو در جا رد میکنه. قضیه به همین سادگی تمام میشه. اما وقتی ماجرا جالب میشه که یه وبسایت روسی تو همین شهر نیویورک یهوی وسط ناکامیای روسیه تو جنگ اوکراین روی این خبر زوم میکنه و قسمت اول اون رو به عنوان راه اندازی مسابقات بین المللی سکس در سوئد منتشر میکنه. چرا؟ چون سکس حتی برای روس‌ها هم جذابه و میتونه توجه اونها رو از اوکراین منحرف کنه. منابع فارسی زبان هم خبر غلط رو دنبال میکنن و ماجرا در رسانه‌های فارسی و بین کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان هم داغ میشه. چرا؟ چون برای ما ایرانی‌ها هم رابطه جنسی جذابه. ولی این بار اول نیست که نوع نگاه جنسی در فهم خبر از سوی جمهوری اسلامی مورد سوء استفاده قرار میگیره و عموماً هم این نگاه برای تحقیر کسانی استفاده میشه که جمهوری اسلامی اونها رو دشمن تلقی میکنه. اما چرا جامعه ما تا این اندازه نسبت به موضوعات جنسی واکنش نشون میده؟ در ذهن سیاستگزاران جمهوری اسلامی اتاقهای فکر بسیجی درباره رابطه جنسی چی میگذره؟ و جامعه‌ای که با قواعد فقه و رساله‌هایی اداره میشه که به تفصیل در این باب انواع فتواها رو صادر کردن، تا چه حد سلامت روان وجود داره؟
در استانبول ترکیه. سبا آلاله روانشناس در انتظار ماست تا به دنبال پاسخ برای همین سوال ها بگردیم. سبا خیلی خوش اومدی به برنامه. بذار با این سوال بنیادین در مورد جامعه ایران شروع کنم که آیا تفکیک جنسیتی در ایران و اصولا نوع نگاه فقهی به رابطه بین زن و مرد به سلامت روان جامعه و سلامت ارتباط سازنده بین دختر پسرها لطمه زده؟ خب بذارید من همین نکته رو با این موضوع و با یک پاسخ خیلی واضح و روشن شروع بکنم. قطعاً میتونه لطمه بزنه. اتفاقا نه تنها میتونه لطمه بزنه، بلکه میتونه آسیب‌های ماندگار رو در طول دوران زندگی برای ما داشته باشه. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی شکل‌گیری شخصیت ما صورت میگیره، یکی از ابعاد بسیار مهمی که ما باهاش روبرو هستیم، رشد روانی و جنسی ما هست که ما در این رشد روانی جنسی نیاز به ارتباط‌های گسترده داریم. تا روان فردی ما با روان جمعی پیوند بخوره، این پل ارتباطی از همون ابتدای کودکی با ما هست، مثلا با والدینمون، همسالانمون، مراقبینمون، معلمینمون، همسالان، بزرگسالان، همکاران و به این گستردگی زیاد هست. یکی از این فاکتورهای ارتباطی اتفاقا ارتباط با جنس متفاوت ما هست که میتونه بسیار مهم و تاثیرگذار باشه. هر زمانی که این پل ارتباطی یعنی ارتباط با جنس متفاوت محدود بشه و یا جداسازی درش اتفاق بگیره، امکان این که ما بتونه در شکلگیری شخصیت ما و در روند رشد روانی و جنسی ما اتفاقاتی بیاده و تأثیرات و آسیب‌های در پی داشته باشه قطعا هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه روند رشد روانی و جنسی ما رو دچار چالش میکنه، باعث میشه که ما یک بُعد بسیار مهمی از زندگی برامون ناشناس باشه، جنس متفاوت برامون ناشناخته بمونه و ما همیشه یک سری سوالات بی پاسخی رو داشته باشیم و این باعث میشه که توسعه روانی و جنسی ما دچار چالش بشه و بتونه به ما آسیب‌های بسیار زیادی بزنه. یک نکته که ذهن منو درگیر خودش میکنه اینه که به هر حال موضوعات جنسی عموماً در کانون توجه بخش بزرگی از جامعه قرار داره. حالا دختر یا پسر فرقی نمیکنه. من از شوخی‌های جنسی بگیری تا صحبت‌ها و مسائل و توجه به این قضیه و حالا هر چیزی که در این حوزه هست. مشخصاً میخوام بدونم که آیا حکومت از این توجه برای پیشبرد منافعش استفاده میکنه؟ خب ببینید، ما زمانی که میایم برای زنانگی مردانگی، دخترانگی پسرانگی، فقط یک سری چارچوب میذاریم، یک سری نیازهای روانی اونها رو نادیده میگیریم، اولویتهای روانی اونها رو نادیده میگیریم. یعنی میایم یک سری چارچوب میذاریم و از اونها میخوایم که بر اساس یک سری ارزشها، باورها و فرایندهای ذهنی یک گروه خاصی پیش برن و همین باعث میشه که پویایی روان ما و پویایی جنسی ما متاسفانه محدود بشه. و زمانی که این محدود میشه، حکومت ها، ما اشاره بکنه به خود حکومت جمهوری اسلامی، مستقیم میتونه از این محدودیت زنان استفاده، از این محدودیتی رو که خودش به وجود میاره استفاده بکنه، تابوها رو شکل بده و از این تابوهایی که قطعا همه ما میدونیم که تابوهای پیوند خیلی زیادی با ساختار فرهنگی و اجتماعی ما داره و اگر ما از اون چارچوب فراتر بریم، مثلا اگر زنی بخواهد که یک سری این چارچوب ها رو پر فراتر بذاره، درگیر یک سری تحقیرهای اجتماعی، سرزنش‌های اجتماعی و فرهنگی چه از سمت خانواده و چه از سمت اجتماعی میشه و همون دلیل از همون کودکی سعی میکنه یک سری مجازات‌های پنهانی و مجازات‌های فرهنگی و اجتماعی به این افراد بده. خب وقتی ما در این چارچوب قرار میگیریم، ناخواسته با یک حکومتی همراه میشیم که فرایندهای ذهنی اون کمک میکنه به اون تفکیک جنسیتی، کمک میکنه به اون محدودیت برای زنان. که اتفاقا من اینجا یک نکته هم بهش اشاره بکنم، مردان هم در این محدودیت حضور دارن. ما نمیتونیم مردان رو نادیده بگیریم. من بسیار هم گفتم زمانی که ما در یک ساختار پر از تبعیض، زمانی که در یک ساختار محدود ما زندگی میکنیم، نه تنها چالش‌های روانی و آموزشی برای زنان میتونه مسئله ساز باشه، چالش‌های بسیار زیادی برای مردان هم هست. به همون خاطر که همونطور که زنان آسیب میبینن از این عدم پیوند و ناگفتنی، مردان هم دقیقاً آسیب میبینن. حالا یه سوالی که ذهن منو سوا خیلی درگیر میکنه اینه که به هر حال ما توی شرایطی هستیم که ایران جنبش زن زندگی آزادی رو تجربه کرده. یه جوری احساس میشه که این سوء استفاده از موضوع جنسی تو سوق‌دهی به خبرهای جعلی میتونه یه روش سیستماتیک برای سرکوب بیش از پیش زنان در ایران باشه. آیا چنین نقدی به این مسئله وارده؟ خب
ببین، البته این مسئله اصلا نمیتونه، فکر کنم خیلی واضح و آشکاره. البته که در گذشته حکومت سعی میکرد که از یک لایه های پنهان این سرکوب رو انجام بده، ولی با توجه به آگاهی که امروز جامعه پیدا کرده، این سرکوب ها کاملا واضح و آشکار شده. یعنی دیگه افراد میدونن دیگه حجاب برای اونها فقط یک روسری نیست، بلکه داشتن حجاب اونها را خیلی از منافع و خیلی از مسائل دیگرشون هم دور میکنه و قطعا این میتونه برای حکومت یک چالش باشه. ولی من این نکته رو میخوام اینجا بهش اشاره بکنم، چون اشاره خیلی مستقیمی به جنبش تسلیح زن زندگی آزادی کردین رو بگم که درسته که ما در پی یک سری آموزش‌های نادرست و محدودیت‌ها و تفکیک جنسیتی رشد پیدا کردیم و همیشه آسیب‌هاش رو دیدیم، تاوان‌هاش هم دیدیم. ولی من اتفاقاً تحلیلم امروز از جامعه ایرانی اینه که امروز در دل جامعه ایرانی یک بلوغ روانی جنسی اتفاق افتاده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه نگاه بکنیم، این اولین جنبشی هستش که مردان آگاهانه به جای اینکه کنترلگر زنان باشن، در کنار زنان حمایتگر زنان بودن. این من فکر میکنم غیر از یک بلوغ روانی جنسی که در دل جامعه ایرانی با تمام این محدودیت ها و تمام اون سرکوب ها اتفاق افتاده، چیزی دیگه نمیتونه باشه. و شاید همین کنار هم بودن همه گروه ها، زنان، مردان، دختران، پسران، در کنار هم دیگه و حمایت همه جانبشون، شاید اینجا یک اعلامی باشه برای حکومت که در بسیاری از اون تفکیک های جنسیتی و محدودیت هایی که برای زنان و مردان داشت بی نهایت ممنونم. سبا آلاله، رواشناس که از استانبول ترکیه با من همراه شدی. در ادامه برنامه از استانبول به آنکارا میریم، جایی که امروز رضا غیبی، روزنامه‌نگار و کارشناس موضوعات اقتصادی، همراه ما شده تا به موضوع رجزخوانی اتحاد روبل و ریال برای دلار نگاه دقیق‌تری داشته باشیم. اما ابتدا شرح ماجرا. یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی به دلاره. بعضی از کشورهایی که تحریم شدن وابستگی خودشون رو به دلار قطع کردن، وضعشون بهتر شد. می‌شناسیم ما الان کشورهایی رو، نمیخوام اسم بیارم، مورد تحریم‌های شدید غرب قرار گرفتن. رابطه‌شون با سوئیفت که یک سازوکار بین‌المللی غربی است قطع شد. دلار رو گذاشتن کنار، با پول‌های محلی معامله کردن و صادرات و واردات انجام دادن. وضعشون بهتر شد، این کار ما هم باید بکنیم. تیر ماه سال قبل بود که روزنامه کیهان عکس‌هایی از دیدارهای جداگانه علی خامنه‌ای با رؤسای جمهور ترکیه و روسیه رو روی صفحه اول خود چاپ کرد و از عزم جمهوری اسلامی برای تجارتی 70 میلیارد دلاری با این کشور بدون برجام و FATF خبر داد. رویای دور زدن تحریم‌ها و تجارت جهانی بدون دلار، آن هم در سایه ولایت فقیه که خبری از تحقق آن هرگز منتشر نشد. حالا نزدیک به یک سال بعدتر، در اواخر بهار 1402، این خبرگزاری فارس است که همان شیپور را از سر گشادش می‌زند با تیتر برنامه کشورها برای به زانو درآوردن دلار. این خبرگزاری به نقل از یک منبع روسی از ائتلافی جهانی برای حذف دلار از مبادلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه خبر می‌دهد و مدعی می‌شود اتحاد روبل و ریال در مناسبات تهران و مسکو به پایان سلطه دلار بر اقتصاد جهان خواهد انجامید. آن هم به پشتوانه برنامه دلار زدایی روسیه که از سال 2014 کلید خورده است، همزمان با تحریم روسیه در پی اشغال شبه جزیره کریمه. اما واقعیت آن است که روس‌ها به رغم طرح این ادعا که با کشورهایی چون آفریقای جنوبی، چین و برزیل توافقنامه تجاری بر پایه پول ملی خود را امضا کردند، اما هرگز موفق به اعمال آن نشدند و به همین دلیل هم روس‌ها مجبور شدند از یوان چینی در مبادلات مسکو پکن استفاده کنند. حالا در تهران رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید روش روسی را ایرانیزه کرده و مبادلات تجاری تهران مسکو را با روبل انجام خواهد داد. شاید قرار است نوشابه های کوکاکولای ایرانی که برای سربازان روس در جنگ اوکراین فرستاده می شود به روبل برای تهران سکه بیاندازد.
اما آیا به راستی اتحاد روبل و ریال منجر به سقوط دلار خواهد شد؟ و مهمتر این که چه کسی از چنین معامله‌ای بیشتر سود میبره؟ روس‌ها یا ایرانی‌ها؟ رضا خوش اومدی به دیکود. از تو بشنویم آیا واقعاً روبل و ریال قرار پایان دلار رو در تجارت جهان رقم بزنن؟ قطعا همچین اتفاقی رخ نمیده. ما هرچند شاهد هستیم که در کشورهای مختلف جایگزین دلار داره یواش یواش انتخاب میشه، ولی آنچه که مسلمه به واسطه پیچیدگی اقتصاد جهانی و به واسطه سلطه دلار و قدرتی که داره، علارغم هشدارهایی که حتی مقامات امریکایی هم دادن که دلار داره تضعیف میشه، اما نمیشه به این زودی ها حداقل طی نیم قرن آینده به این امیدوار بود که سلطه دلار از اقتصاد جهانی رخت بر ببنده. از اونور در مناسبات ایران و روسیه، دو کشوری که تحت تحریم های شدید امریکا هستند، خب این ماجرا یک مقدار پیچیده تر از روسیه رو هم اگر ما کنار بگذاریم، خود ایران ماهیت اقتصادش به گونه ای نیست که بتواند از شر به قول خودشون دلارهای امریکایی راحت بشه. ایران صادرات نفتی دارد، صادرات نفتی در جهان امروز فقط با دلار انجام میشه. کشورهایی هم مثل روسیه، مثل چین یا مثل هند که اقدام به خرید نفت از ایران میکنن به پول محلی خودشون، به روپیه، به یوان یا به روبل، اینها باز به دنبال منافع خودشون هستن. همین هند وقتی به روپیه از ایران خرید میکنه، هم تخفیف میگیره، هم در نقل و انتقال اون روپیه یک کارگزاری انتخاب میشه، یک درصدی رو اون برمیداره، و در بخشی از موارد هم که خب تهاتر نفت با مواد غذایی هست به کنار. بنابراین اقتصاد ایران اگر بخواد به سمت عبور از دلار برود، به طور مشخص در صادرات نفتی، نفت رو حداقل باید 50% زیر قیمت بفروشه، چون با تحریم‌های الانی یک چیزی حدود 20-30% داره تخفیف میده، از اونور 20% هم به طور کل هزینه مبادله میشه با روسیه، هم که خب تکلیف مشخصه، دو کشوری که تحریم هستن و به قول معروف خود گویند و خود خندند و دو رهبر هنرمندند. بدون اینکه توضیح تو کار باشه، من با عنوان یه شهروند معمولی که خیلی هم سریع از اقتصاد در نمیارن، فکر میکنم برنده تجارت روس‌ها با تهران بر پای روبل ما ایرانی‌ها نیستیم. من درست فکر میکنم رضا؟ قطعا مردم ایران هیچ وقت برنده هیچ معادله اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تا زمانی که جمهوری اسلامی هست نیستن، چه با مناسبات اقتصادی با چین، چه با روسیه، چه با سایر کشورهای جهان. حتی اگر همین فردا مناسبات اقتصادی با کشوری مثل ایالات متحده هم برقرار بشود، باز هم مردم ایران تا زمانی که سیستمی به اسم جمهوری اسلامی هست منتفع نخواهد. خود جمهوری اسلامی آیا بیشتر میبره یا آقای پوتین؟ پس این همه رجزخوانی اقتصادی و کوبیدن روی این تبل باطل چه منفعتی میتونه واسه آقایون داشته باشه تو تهران؟ ببینید، جمهوری اسلامی بیشتر دنبال اهداف ایدئولوژیک خودش در منطقه است. همین سفری که چند روز پیش آقای رئیسی به امریکای لاتین داشت، این هم یکی از اون آلارم هایی است که ما باید بگیریم و در تمام تحلیل هامون بخوایم بهش اشاره بکنیم. آمریکای جنوبی که رهبران ایدئولوژیک داره، ایران هم خب همسو و هم فکر هستند. بنابراین جمهوری اسلامی در تمام مناسبات اقتصادی سیاسی خودش در بیرون مرزها دنبال بقای خودش هست، دنبال بقای خودش هست و منتفع می شود، چون ایران منابع زیرزمینی بسیار و عظیمی داره و مادامی که این منابع در دست جمهوری اسلامی هست، می تواند به بقای خودش ادامه بده، به شرارتاش در منطقه و بیرون از منطقه خاورمیانه ادامه بده. بله، اینجا میشه گفت برنده جمهوری اسلامی است، چون میتونه به کمک این اتفاقات بقای خودش رو تضمین بکنه، فارغ از اینکه در کف خیابان‌ها و در بطن جامعه چه اتفاقی افتاده. ممنونم رضا غیبی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسئله اقتصادی که با من همراه شدیم. متشکرم. در فصل جدید دیکود پرونده حساسی رو باز کردیم که تو برنامه‌های بعد هم تا جایی که امکانش باشه سعی می‌کنیم اونو دنبال کنیم. هدف این پرونده درک درست از این موضوعه که تا چه حد نفوذ و استیلای دستگاه‌های اطلاعاتی روسی در جمهوری اسلامی به رقم خوردن شرایط کنونی منجر شده.
بذارید ماجرا رو از سال 1982 شروع کنیم، سالی که تهران سکوی فرار برای یکی از مرموزترین ماموران کاگبه به انگلستانه، ولادیمیر کوزیچکین. بعد از 5 سال نقش‌آفرینی تو تحولات ایران در قبل و بعد از انقلاب، یهویی به لندن فرار میکنه و 8 سال بعد از این فرار هم در کتابی به اسم کاگبه در ایران ابعاد جنجالی از ماهیت رخدادهای انقلاب زمستان 57 و نقش و تأثیر سازمان جاسوسی شوروی یعنی کاگبه رو در کمک به رهبران انقلاب افشا میکنه. اگه شما خودتون فکر میکنید که نوشته های کوزیچکین یه دروغ پردازی های مرسوم یه جاسوس بازنشسته است، باید بگم سخت در اشتباهی، چون دست کم 3 نفر از چهره های مؤثر تو انقلاب ایران یعنی ابراهیم یزدی و عبدالعلی بازرگان و عباس امیرانتظام تو خاطراتشون به نقش مهم کاگبه در ساماندهی به ساختار وزارت اطلاعات و تأسیس نهادهای امنیتی مثل حفاظت اطلاعات سپاه در بعد از انقلاب اشاره های معناداری کردن. بذارین داستان رو به قبل از انقلاب برگردونم. ایران در زمان شاه یکی از آوردگاه‌های اطلاعاتی شورویه، چون هم متحد استراتژیک آمریکاست، هم ارتش ایران به پیشرفته‌ترین تجهیزات آمریکایی مجهزه. پس برای روس‌ها جاسوسی از ارتش ایران یعنی کسب اطلاع از توان نظامی آمریکا. به همین دلیل هم سعی در نفوذ گسترده‌ای در ارتش ایران دارند. مهمترین مهره این نفوذ یه جنرال عالی رتبه نیروی زمینیه، سرلشکر احمد مقربی، رئیس رکن 5 ستاد ارتش شاهنشاهی، و یکی از مهمترین وظایف ایشون هم نظارت بر خرید تسلیحاتی از آمریکا بوده. یه سال و نیم قبل انقلاب مقربی و شبکه‌ای از جاسوسان شوروی در ایران لو میرن و مقربی هم اعدام میشه. اما یکی از چهره‌های اصلی در بازداشت مقربی یک سرهنگ ستاد در اداره 8 ساواک یا ضد جاسوسی این نهاد دولتیه، یعنی منوچهر هاشمی. این اسمو به خاطر بسپارید، همونطور که انقلابیون به خاطر سپردن. یه سال و نیم بعد از اعدام مقربی و تقریبا 1 سال بعد از اعدام مقربی و با روی کار آمدن دولت شاپور بختیار، طبق وعده آقای بختیار ساواک منحل میشه و فقط یه ماه بعد هم رژیم شاهنشاهی سقوط میکنه و مملکت میفته دست انقلابیون هوادار خمینی. اما این آخر ماجرای ساواک نیست. فقط سه هفته از به قدرت رسیدن انقلابیون گذشته که 3 چهره مرموز در ایران، یعنی عباس آقازوانی که فامیلیش با من یکیه، مصطفی چمران که فکر میکنم همه تون میشناسینش، و علی اکبر موسوی خوئینی ها با هماهنگی دولت موقت بازرگان یک قرار ملاقات ویژه دارن. فکر میکنین با کی؟ منوچهر هاشمی، همون رئیس اداره 8 ساواک. هدف این دیدار هم تأسیس یک نهاد اطلاعاتی امنیتی برای حکومت انقلابیه. اما مهمتر از اصل خود این دیدار، واسطه این ملاقات. شاید باورتون نشه اگه بگم کوزیچکین، یعنی همون جاسوس کاگبه تو ایران، رابطه اصلی بین عباس آقازمانی و علی اکبر موسوی خوئینی ها و منوچهر هاشمی. در حقیقت روسا کسی که شبکه جاسوسیشون رو در ارتش شاه کشف کرده بود انتخاب میکنن تا روش های جاسوسی رو به حکومت انقلابی آموزش بده. این سرآغاز تحولات مهمی در ایرانه، مثل اعدام قطب‌زاده، اشغال سفارت آمریکا، لو رفتن حزب توده، افشای کودتای نوژه و ده ها رویداد دیگه که مسیر تاریخ رو به کل تغییر میده. ما تو برنامه‌های بعدی حتما به سراغ تک تک این وقایع خواهیم رفت. اما حالا از گوشه دیگری از همین شهر، یعنی نیویورک، همکارم روزبه میر ابراهیمی به ما پیوسته تا پیرامون همین موضوع از اون بیشتر بپرسیم. روزبه خیلی خوش اومدی. تا چه حد میشه بر اساس خاطرات چهره‌هایی که توی انقلاب 57 مؤثر بودن، ردپای کاگبه رو در تحولات پیش و پس انقلاب ردیابی کرد؟ بله، نمونه کتابی که حداقل مثال زدید یکی از نمونه ها هستش، همونجوری گفتید نمونه های دیگه هم هستش، از جمله آقای بازرگان، آقای امیرانتظام هم اشاره کردن، حتی در خاطراتی که مثلا از رهبری حزب توده به اصطلاح منتشر شده باز هم ردپا رو شما میبینید. و طبیعتا این مواردی که گفتید هم به لحاظ فکری در سیستم فکری جمهوری اسلامی که داشت شکل میگرفت به نظر من تاثیرگذار بود، هم در ساختارسازی نهاد امنیتی که خودشون هم یه بحث دیگه ای هست. ولی به هر حال روایتی که
در این کتاب هست دقیقا نشون میده اون نگاه رو که از قبل از انقلاب، اول این کتاب داستان زندگی این جاسوسه، ولی بعد اون قسمتی که به انقلاب میرسه و بعد به تحولات ماهای اول انقلاب و بعد به اون به اصطلاح نفوذ بیشتر، خیلی نکات جالبی داره از جمله همین موضوعاتی که اشاره کردید. از جمله یکی دیگه نقاط کلیدی ماجرای محمد رضا سعادتی هستش که یکی از اون به اصطلاح افراد کلیدی بود که در همون اول انقلاب بازداشت شد و بعد خب به حال یک به اصطلاح تغییراتی رو هم بلاد سیاسی ما میبینیم، هم بلاد امنیتی در موضوع، حتی شکل‌گیری به حال نهاد امنیتی وزارت اطلاعات هم که میبینید چند وقت بعدش این سال 63 هستش، ولی به حال تا قبلش از انقلاب تا بعد ما انواع و اقسام نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی میبینیم که تفکرات رو میتونیم، تفکرات امنیتی رو درشون ردیابی کنیم. یه اطلاعات ضد نقیضی در مورد کوزیچکین و خاطرات او منتشر شده. خود تو به عنوان کسی که محقق هستی و این مسائل رو پیگیری می‌کنی، میزان تطبیق ادعای مطرح توی کتاب خاطرات او رو با سیر حوادث تاریخی در اون دوره حاوی چه نکات مهمی می‌بینی که بشه با بینندگان در میون گذاشت؟ ببینید خب طبیعتاً حالا میشه به دلایل مختلفی، بعضی از روایت هایی که در کتاب وجود داره شاید به لحاظ تاریخی، یعنی به لحاظ زمانبندی تاریخی مثلا با اون چیزی که در رسانه ها به ثبت رسیده شاید یه تفاوت تاریخی داشته باشه، به لحاظ اینها این خیلی برجسته است. وقتی شما مثلا مقایسه میکنید رویدادهایی رو که تعریف میکنه در این کتاب، حالا مثلا ملاقات هایی که مثلا بر فرض سفیر شوروی با آیت الله خمینی داره، یا اون دفعاتش یا اتفاقاتی که میفته، مثلا اونا رو میایید بعد با رسانه های اون موقع که به اصطلاح اینا رو گزارش کرده بودن تدوین، شاید مثلا به لحاظ تاریخی یک چیزای وجود داره، یک تفاوتای وجود داره، ولی اصل روایت به نظر من یک به اصطلاح شاهد خیلی جالبی هستش از اتفاقاتی که افتاد و اون رابطه‌ای که شکل گرفته بود. البته اینم بگم که به هر حال بر اساس این خاطرات یک به اصطلاح یک بی‌اعتمادی و یک سردرگمی هم همون اوایل بعد از انقلاب شکل گرفته بود، به خاطر اینکه خود اون لو رفتن محمد رضا سعادتی بر اساس خود همین چیزایی که در همین کتاب اشاره شده ناشی از این به اصطلاح محاسبه اشتباهی بود که به حال کاگبه داشت در مورد ارتباط گرفتن با اسیتاش یا با اون منابعش و فکر می‌کرد که دیگه ساواکی وجود نداره و ساواک کلا منحل شده، در حالی که خود اون ماجرای گیر افتادن به اصطلاح سعادتی خودش یه داستان خیلی جالبی هستش که نشون میده که بعد چجوری به اصطلاح سیستم میاد وارد تو ساختار سازی ها، به حال نقش بعضی وقتا مستقیم و بعضی وقتا غیر مستقیم از طریق عواملش پیش میبره. دقیقاً همینطوره. حالا به هر حال وقتی از ساواک صحبت میکنیم آدم تصور میکنه که خب اسرائیلی ها ساواک رو کمک کردن به شاه بسازه، اصلا ساختار ساواک به عنوان یک متحد امنیتی اطلاعاتی امنیتی با CIA باید یه مدل امریکایی باشه، ولی اون چیزی که بعد ساواک اومد تبدیل شد به وزارت اطلاعات و تبدیل شد به جمهوری اسلامی، خیلی هم معتقدن که این وزارت اطلاعات به یه مدل روسی ایجاد شده. خودت توی نگاه کلی وقتی به ساختار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، حالا نمونه‌های مختلف داره دیگه، وزارت اطلاعات یکیشه، نگاه می‌کنی فکر می‌کنی واقعا این مدل روسیه یا ایجاد شده توی ایران؟ ببین اون رد پا و اون ساختار رو می‌تونیم در اون یکی از نهادهای امنیتی که اول شکل گرفته بود که نهاد امنیتی در نخست وزیری بود، میشه اون رو بیشتر برجسته‌تر دید، بخاطر اینکه همونجوری که میدونید اون چند ماه اول، یعنی تقریبا میشه گفتش چند سال اول در جمهوری اسلامی ما شاهد چندین نهاد امنیتی بودیم، یکیش تو نهاد نخست وزیری بود، یکیش تو سپاه بود، یکیش توی سازمان مواد مبارزه با مواد مخدر بود، یکیش توی به اصطلاح قوه قضاییه بود، اون موقع دیوان عالی کشور بود، و همه اینها وجود داشت و همشون به طور داشتن کار اطلاعاتی می‌کردن، برای اینا همه تجمیع شد در سال 63، ولی واقعیت اینه که اون ماموریت‌هایی رو که به اصطلاح بعد از انقلاب ما دیدیم، از به طور خاص رکن‌هایی که از ساواک دوباره فعال شد، تقریبا اکثرشون ماموریتشون مچ است با اون نهاد نخست وزیری، نهاد امنیتی نخست وزیری که شکل گرفته بود، واسه همین به طور خاص ضد جاسوسی، نهاد رکن ضد جاسوسی اصلا به حال بر اسناد هستش، حالا اسمشون رو گذاشته بودن شرکتی ها، اون موقع کسانی بودن که در اومده بودن فعال شده بودن، چه به لحاظ اینکه از تکنولوژی ها استفاده می‌کردن، چه به لحاظ اینکه دوباره ساختار اداری داشتن بازسازی می‌کردن در نظام جدید. بی نهایت از تو ممنونم روزبه میره با این همکارم که توی این بخش از برنامه با من همراه بودی، واقعا سپاسگزارم. از شما هم متشکرم که در 30 دقیقه گذشته با دیکود همراه شدید. میدونیم که از طریق رسانه‌های اجتماعی صدای آمریکا ارتباط با ما امری سهل الوصول برای همه شماست و اگر در صحت خبری هم تردید داشتید، خواهش میکنم حتما با هشتگ دیکود اون رو با ما مطرح کنید و به ما اجازه بدید که اون خبر رو برای شما راستی آزمایی کنیم. وقت خوش. خدا نگهدار. این
صدای آمریکاست. این صدای آمریکاست. این صدای آمریکاست. این صدای آمریکاست با نگاهی دقیق و بی‌طرف به خبرها. روایت کامل و سریع حوادث در هر لحظه. انتشار بی‌وقفه اخبار ایران، آمریکا و دیگر کشورها در معتبرترین رسانه فارسی زبان. خبر و فراتر از خبر. این صدای آمریکاست.